بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خداوندی مهربان سلام و درود عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان و دوستان و محترمان فارسی زبان عزیزان در هر گوشه از جهان پهناور که هستید و بیننده برنامه خودتان برنامه زنده و مستقیم روشنا هستید. انشالله که همواره صحتمند و سلامت جان جور و تیار باشین، در پناه خداوند مهربان زندگی خوب و خوش داشته باشید. انشاءالله یک روز دوشنبه دیگر است و ما باز هم در خدمت کارشناس محترم برنامه خانم دکتر بهینی بزرگوار هستیم و از حضورشان استفاده میکنیم. سلام علیکم خانم دکتر بهینی، بسیار خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت شما مجری خوب برنامه روشنا و همینطور همه بینندگان برنامه. تشکر از شما خانم دکتر. همطور که بینندگان عزیز از ما میدانن، بحث در روزهای دوشنبه در مورد مسئله اخلاق شهروندی است و ببینید مسئله خدمات اجتماعی. شما برای از ما بینندگان از ما توضیح دادید که خدمات اجتماعی و خدمات شهری یک مسئله است که اولا بر عهده دولت هاست و دولت ها وظیفه دارند که این کار انجام بدن و یک دستورات فقهی یا دستورات حقوقی برایشان گفته شده که بر عهده و بر دوش دولت ها هست. اما ما هم به عنوان افراد شهروند، افرادی که در شهرها باشندگان شهری اصطلاحاً میگن یا باشندگان روستایی، افرادی که در اجتماع های زندگی میکنیم، وظایفی بر عهده ما هست از همین جهت خدمات عمومی. قبل از اینکه خانم دکتر بهینی ادامه بحث هفته های گذشته رو داشته باشیم، ما از شما میخوایم که یک خلاصه‌ای نسبت به موضوع مطرح بفرمایید برای بینندگان عزیزی که ممکنه که تازه به جمع ما پیوسته باشند. بله، ما در جلسات پیشتر درباره این صحبت کردیم که به دنبال ایجاد تسهیلگرهای اخلاق هستیم. درست. اگر که از دولت یا از حکومت بحثی میکنیم، اگر از قوانین بحثی میکنیم، نگاه ما است که یک طور اجتماعی داشته باشیم و یک طور قوانینی باشه که تسهیلگر باشه برای این که حسنات اخلاقی در ما تقویه شوه. و از این صحبت کردیم که در کنار همی فعالیتی که دولت ها دارند و قوانینی که مبتنی بر دین هست داره، ما به عنوان افراد هم مخاطب هستیم و نقش داریم. و خب خصوصا وقتی که ما به عنوان فرد عادی، یک نفری که یک انسانی است که در یک اجتماع زندگی میکنه، دوست داریم که وظایف او را بفهمیم، دوست داریم که درباره شرایط او صحبت کنیم. و ما درباره صحبت کردیم که پس نقطه اتکای ما و نقطه توجه ما همین مسئله است که یک فرد و امو نقشی که در اجتماع داره چطور میتونه که خدمت انجام بده. باز در جلسات بعدتر درباره صحبت کردیم که اگر قرار است یک خدمت در شهر اتفاق بیفته، احتیاج به منابع داره که این منابع میتونه منابع انسانی باشه و منابع مادی باشه. منبع انسانی همه ما مردم هستیم، یعنی افرادی که میخواین زندگی اخلاقی داشته باشن و میخواین که همین تعالیم را به فرزندان از خود منتقل بسازن. اما افرادی که در شبکه ما بودن، بارها از شبکه انسانی اخلاقی صحبت کردیم، افرادی که میخواین که حامی باشن و حمایتگری را گسترش بدن، این منابع انسانی ما بود. منابع مادی ما که مشخصا در روایات ما متفاوت و متعدد هستند، اما در برنامه ما فعلا تونستیم که تا حد بسیار محدودی درباره صدقه و وقف درست صحبت کنیم. یعنی خیرات جاری که میتونه که تأثیر او در نسل‌های بعدی هم باشه. پس از منابع هم صحبت کردیم و باز آمدیم گفتیم اگر که حکومت و دولت نقشی داره، اگر که انسان ها نقشی دارن، اگر که ما منابعی داریم، منابع انسانی و مادی، به چی چیزی باید پرداخت شوه؟ که در جلسه قبلتر درباره ای صحبت کردیم که پرداختن به نیازهای زیستی انسان و نیازهای اولیه انسان اولویت داره، که اگر خاطر شما و بینندگان خوب برنامه باشه، ما درباره ای هم صحبت کردیم که هر جانداری، هر موجودی که حیات پیدا کرده و نیاز زیستی داره، بر طبق روایات ما باید
به اونها توجه کنیم و در این جلسه تلاش میکنیم به این سوال هم پاسخ بگوییم که اگر نیازهای زیستی ما برطرف شد، خب ما یک نیازهای معنوی هم داریم، یک پرسش های بنیادین هم داریم، یک مسئله هایی داریم که برای نوع انسان مهم هستند، برای پرداختن به او چه کاری باید کرد؟ جواب ما یک جواب بسیار کوچک است در برابر این پاسخ بسیار بزرگ. یعنی ما فقط بخشی از پاسخ را ارائه می کنیم. یکی از راهکارهایی که برای پاسخ دادن به سوالهای بشر، سوالهایی که برای ما مهم است، مسائل دینی و مذهبی که مطرح بله میشه، این است که خب ما باید یک مرجعی در جامعه داشته باشیم، یک مکانی داشته باشیم، یک جایی باشه که اگر که سوال و پرسشی داشتیم بتانیم فارق از هر مشخصه گروهی و قومی و نژادی و مذهبی که داریم، اما قد که انسان هستیم، بتانیم با اون مرکز، با اون منبع مراجعه کنیم که در نگاه ساده و اولیه ای است که باید یک فضا، یک مکان، یک جایگاه وجود داشته باشه که در روایات ما به نام مسجد خوانده میشه. بله. پس بنابراین ای که ما فعلا و در این برنامه تلاش میکنیم درباره مسجد صحبت کنیم، با همین سیری که بیان کردم در این نقطه رسیدیم. و خب ممکن است این نفر بگویه که ما در مکانهای دیگه هم نیاز است و اینها، بله یه حرف ما میپذیریم، اما میخواییم بانوان یک نمونه، یک نمونه که مهم است و پرتکرار است، در روایات و منابع دینی ما بسیار بسیار درباره او صحبت شده، بگوییم. اما یک انسان عاقل میتونه که از همین روایات و همین نمونه کمک بگیره برای ای که خب اگر که یک سوال داشته باشه بگیه که خب فعلا ما در فضای مجازی بسیار فعالیت داریم، آیا مسجد که یک حضور بیرونی داره، سنگ است، از ساخته میشه، از همین موادی که مربوط به ساختمان سازی است ایجاد میشه، چطور در فضای مجازی میتونه ایجاد شوه؟ ما میگیم که شما به عنوان یک نمونه مسجد را در نظر بگیرید، این مسجدی که با سنگ و چوب و آجر و امی مواد ساخته میشه. اگر فضا تغییر کرد، خب میتونیم که او چیزی هم که ساخته میشه به عنوان مرجع و منبع تغییر کنه. همچنان که خب میتونیم که بگیم که نه مشخصا تمام کار کردهای مسجد، اما برخی از کارکردهای مسجد را برخی از سایت ها دارن، برخی از شبکه ها دارن. یعنی مقصود شما ایست که خانم دکتر که در هر فضایی که باشیم بالاخره به یک مکان و به یک مرجع، بله، برای که مردم محل رجوعشان باشه، برای که به سوالات بنیادی، مسائل مذهبی و دینیشان پاسخ داده شود و نیاز است، و این مکان میتونه که موادش فرق بکنه. مثلا یک نفر که در یک قریه است که مثلا از خشت و گل میسازه مسجد، یک نفر دیگه از سنگ و چوب میسازه، یک نفر از آیین میسازه، در فضای مجازی که فضای مادی نیست، یک نفر میتونه یک سایت اینترنتی یا یک مثلا کانال مثلا یوتیوب یا دیگه فضا داشته باشه، یک شبکه داشته باشه و اما فعالیت های مسجد را به اقتضای یعنی فضا انجام بده. بله، وقتی میگم اقتضا یعنی برخی از کارکردها وجود نداره دیگه، یعنی یا تغییر پیدا میکنه یا محدود میشه، اما خب برخی دیگه از کارکردها رو میتونه داشته باشه. و ببینید که نگاه ما باز به فضای مجازی نیست که مجاز در برابر حقیقت، یعنی یک چیزی که هیچ بهره از حقیقت نبرده باشه، بلکه هر فضایی که بتونه به انسان تاثیر بگذاره او بهره از حقیقت برده، و هر جایی و هر چیزی که بتانه تأثیر گذار باشه، در تربیت ما نقش داشته باشه، میتونه که ما را دارای بهره از حقیقت میدانیم. کما که خانم دکتر ما میبینیم بسیاری از فرهنگ ها در همین منطقه که خودمان و در کشور خودمان و در شهر خودمان تغییر پیدا کرده به واسطه فضای مجازی، یعنی در فضای مجازی، در فیسبوک، بله، در چی میدونم آپارات، در یوتیوب، دیگه فضاها یک مسئله مطرح میشه به عنوان یک مسئله، بعد افراد متعدد در مورد اون مسئله مینویسن، او را زوایای او را واکاوی میکنن، و بعد از یک سال نگاه میکنی که فرهنگ
کل مردم در فضای بیرون در شهر نسبت به اون مسئله تغییر پیدا کردن. نمونه های بسیار زیاده هم داریم بله بویژه در مورد مسائل اخلاقی. بله یعنی بسیار از آموزش های ما در فضا اتفاق افتاده. پس بنابراین وقتی که ما از مسجد صحبت میکنیم به عنوان یک نمونه است که در روایات بسیار از او صحبت شده، و البته که ما باور از من است که هیچ چیزی نمیتونه که همین جای مسجد را بگیره و هیچ چیزی نمیتونه که به خاطر که ببینید ما باور داریم که مکان ها تأثیر گذارند برای که ما یک فهم داشته باشیم، ادراک داشته باشیم. زمان تأثیر گذار است، محتوایی که ارائه میشه تأثیر گذار است بر ما. چطور است که ما روایات بسیار زیادی داریم درباره عظمت شب قدر، چرا برای شبهای دیگه نداریم؟ و یا وقتی که توصیه میشه که یک مراسم خاص، یک مراسم عبادی خاصی در یک روز خاص انجام شود، به خاطری است که محتوا برای ما مهم است، اما چیزی که ما درباره او صحبت میکنیم و امور از خدا میخواییم، یا ای که برای خود او را طلب داریم و او را در واقع درخواست داریم از خدا و میخواییم که امو طور شویم، یعنی تبدیل شویم به یک فردی که فردی ایدئال ماست. پس بنابراین من فکر میکنم که خود مسجد و خود امو ساختمان مسجد بله برای ما ارزشمند است، همچنان که کعبه برای ما ارزشمند است، یک مکان است، یک ساختمان است، یک خانه است، ولی امو مکان برای ما ارزشمند است. پس مسجد هم برای ما ارزشمند است، چیز دیگه جای او را نمیگیره، هر چیزی در جای از خود خود کار کرده خود خود را داره. اما میخوایم بگویم که اگر دسترسی نبود، اگر امکانی نبود، از کمترین امکانات هم بهره بگیریم و روایات ما محدود نکرده، یعنی نگفته که اگر که شما مسجد ساختی پس بنابراین نمیتونی که منبر در فضای مجازی داشته باشی، نمیتونی که شبکه داشته باشی، نه چنین چیزی نیست. پس مسجد به عنوان یک پایگاه که در جامعه مسلمان ها، جامعه بشری که مسلمان ها تشکیل دادن، بسیار اهمیت داره. در این پایگاه دو نقش بسیار مهم است که تمام نقش ها ذیل امو میگردن. در مسجد ما یاد میگیریم که با خدا چطور رابطه داشته باشیم، یعنی امی عبد بودگی ما در برابر خداوند را میتونیم که بفهمیم. چطور میتونیم بفهمیم؟ ببینید وقتی تمام مردم سجده میکنن و عبادت میکنن یک معبود را، میتونیم که امی یگانگی خداوند را و تعالیم دیگه ای که در زیل امی روایاتی که مربوط به مسجد هست، چطور وارد شوید، چطور رفتار کنید، کسی که در مسجد هست صدای خود خود را نباید بکشه. یک نفر باشه، فرض کنید ما و شما روزی در روز 5 وقت مسجد برویم، یا یک زمان طولانی را در روز در مسجد بگذارانیم، اگر قرار باشه صدای خود خود را نکشیم، یعنی به مرور تبدیل به انسان‌های آرام میشیم. یک نفر که 5 بار در مسجد یا 3 بار در مسجد صدای خود خود را نکشید، او یاد میگیره و مو تو عادت میکنه، در خانه هم صدای خود خود را نمیکشه، یعنی ما را تبدیل میکنه به انسانهای آرامتر. و اگر چنین نبود خب باز تردید کنیم داری که آیا ما اما شرایطی که در مسجد وجود داره رعایت کردیم یا نه. چون یک بار است که ما خود خود را متعلق در مسجد میدانیم، اما واقعیتی است که شاید رعایت نکنیم، همچنان که ما خود خود را مسلمان میدانیم، ولی ممکن که بسیاری بله. از احکام اسلامی متاسفانه بله. رعایت نکنه، چون بین دانش و بین عمل تفاوت وجود داره، فاصله است و فاصله خود انسان است. یعنی ما میدانیم اما وقتی که میخواییم انجام بدیم برای ما تبعات داره، سخت است. قبلا هم گفتم که تکلیف از یعنی به معنای درشتی است، به معنای سختی است، به معنای دشواری است. و یک نفر اگر بخواه که وظایف خود انجام بده، برای یک مقدار سخت خواهد بود. پس بنابراین اگر دیدیم که ما اهل مسجد بودیم، یعنی به مسجد رفت و آمد داشتیم، اما رفتاری که انجام میدادیم رفتار اخلاقی نبود، اون موقع باید در اون هنگام تردید کنیم و از خود خود سوال بپرسیم که آیا ما وظایف از خود خود به عنوان فردی که رفت و آمد به مسجد داره انجام میدیم یا نه. دیگه چی است؟
یک بار پس رابطه ما با خدا را میه تصحیح میکنه، بار دیگه رابطه ما را با خلق تصحیح میکنه. چون مسجد کارکرد اولیه او که بعد از امی عبادت خداوند شکل گرفت در صدر اسلامی بود که یک جایی باشه که مسلمان ها دور هم جمع شوند. اگر که مسلمان ها دور هم جمع شدن چه اتفاقی میفته؟ ببینید اگر ما و شما با هم دیگه کدام کدورتی داشتیم اما با هم در مسجد رفتیم، خب امکان ای که همین کدورت کمتر شود بیشتر میشه. به چه معنا؟ به خاطر ای که وقتی ما و شما به مسجد میریم که عبادت خدا را بکنیم، اونجا میفهمیم که برخی از امور دنیوی ارزش پرداختن نداره و یک بار شاید سلام نکنیم، دو بار سلام نکنیم، بار سوم چهارم از شرم خانه خدا هم که شده سعی میکنیم که روابط بهتری داشته باشیم. و بنابر این یک پایگاه اجتماعی است برای ما مسجد. و خب ما دیدیم هم در صدر اسلام و هم در بعد از او که با توجه به همی کار کرد و همی جمع کردن مردم، مسجد تانست که تأثیرات مثبتی را در امو چالش های اجتماعی که در جوامع اسلامی است ایجاد کنه. بله، من خانم دکتر تصور میکنم مثلا یک جامعه را که هر کدام از مردم در خانه های خود باشند، فقط برای کار کردن از خانه برایند و باز در خانه برگردند، با مقایسه میکنم با یک جامعه دیگه که مردم یک چند وقت از روز اختصاص میدن برای که کلگی مردم یا اکثر مردم، بیشتر مردمی که به سن مناسب رسیدن به اون مکان مراجعه میکنن و همزمان یک آیین های عبادی رو انجام میدن در برابر خداوند و همزمان در کنار هم بهره میبرن، چقدر باعث میشه که دلها به هم نزدیک شون، چقدر باعث میشه که کدورت ها دل دیگه همطور که شما فرمودیم کم شوه. و اگر هم کدورت وجود نداشته باشه، امین نزدیکی دلها باعث میشه اگر کدام مشکل اجتماعی برای اجتماع ایجاد شوه، اینا بتانن که با وحدت و با همدلی و با نزدیکیشان این مشکلات را در کنار هم دیگه برش فایق آیند، دیگه بتانن که حل بکنن. و همطور که شما در برنامه های گذشته برای از ما بینندگان از ما توضیح دادید که اصلا یکی از هدف تشکیل دادن اجتماع ها و شهرها همین همدلی و ایجاد شدن و نزدیک شدن دلها بوده تا از مزایای او استفاده بکنه، و مسجد میتونه یک مقر باشه برای که ما به این هدف برسیم. بله، شما به نقش حفاظتی و حمایتی مسجد اشاره کردید که جالب است که یک روایت را همینجا بیان کنم. یک روایت هست از حضرت رسول که حضرت می‌فرمایند که شیطان مثل گرگ میمانه. گرگ چکار میکنه وقتی که یک گله گوسفند باشه؟ میداره. بله، و کدام گوسفند میداره؟ اما گوسفندی که از گله جدا مانده باشه. بله، حضرت می‌فرمایند که اما طور که گرگ گوسفندی که از گله جدا مانده میداره، شیطان هم اما انسان که از اجتماع جدا مانده او را میداره. یعنی چون او به پناه هست، چون او تنها هست، نمیتونه که اگر که سوال اعتقادی باشه، سوال بنیادین باشه، نمیتونه به تنهایی حل کنه، یا بسیار سخت است که حل کنه و بسیار در خطر است. یک نفری که تنها مانده باشه به حفاظ است. حضرت می‌فرمایند که از تفرقه و از جدایی بپرهیزید و بر شما باد که چه کنید؟ به جماعت و عموم مسلمانان و به مسجد بپیوندید. یعنی اگر که می‌خواهید که تنها نمانید و گرگ شیطان یا شیطان گرگ شما را نداره، پناه شما مسجد است. پناه شما است که در جمع باشید و با هم باشید. درسته. خانم دکتر اجازه بدین که ما یک شماره برای برنامه را با بینندگان محترم در اشتراک بگذاریم. بینندگان عزیز ما، شماره تماس مثبت 964-780-255-413 را عزیزان و بینندگان محترم از یاد نبرید. شما بزرگواران میتونید که از طریق واتساپ با همکاران از من در ارتباط شوید اگر کدام سوال در مورد موضوع این برنامه یا دیگه موضوعات برنامه دیگه روشنا دارید، با همکار از من
در اشتراک بگذارید. اگر پیشنهادی دارید، یک موضوع پیشنهادی دارید و میخواهید که در او پرداخته شود، حتما با ما در جریان بگذارید. ما بسیار خوش میشیم که نظرات زیبای شما را ببینیم و بشنویم، و بسیار خوشحالتر میشیم که انتقادات شما را ببینیم، و سعی میکنیم که حتما این برنامه یک برنامه باشه که برای شما عزیزان مفید باشه. برنامه روشنا در فضای مجازی هم حضور داره. شما عزیزان میتونید از طریق فیسبوک، از طریق توییتر، از طریق تلگرام، از طریق اینستاگرام و یوتیوب برنامه خودتون را داشته باشید و دنبال بکنید. و برنامه روشنا و دیگه برنامه از که از شبکه جهانی هادی تیوی دری تقدیم شما عزیزان میشه. ادامه بحث را در خدمت کارشناس محترم هستیم با موضوع مسجد و ایجاد کردن مسجد. خانم بیانی، بحث به سر این بود که ایجاد کردن مسجد به عنوان یک خدمت اجتماعی و عمومی میتونه که یک وظیفه اخلاقی بر دوش ما به عنوان یک فرد بسیار بسیار عادی اجتماع باشه، با اون معنا که وقتی که ما مزایای بسیار زیاد مسجد را میبینیم که این مسجد چقدر فایده میتونه داشته باشه و چقدر در روایات ما برش تاکید شده و چه آثاری داره، بر عهده ما به عنوان یک فرد است که تلاش بکنم اگر میبینم که در اجتماعی که من زندگی میکنم مسجد وجود نداره و شاید دولت در این زمینه کوتاهی کرده نمیفهمم، وظیفه ایم از کنمی تلاش را بکنم تا مسجد را بسازم. خب دکتر، بعضی افراد میگن که بسیار بسیار سخت است مسجد درست کردن، که تو یک مسجد را بنا بکنی، ولی شما در اول برنامه برای بینندگان از ما توضیح دادین که او متریال و مادهی که در مسجد استفاده میشه مثلا نیسته، بلکه انسان میتونه که در حد خودش تلاش خودش را انجام بده. یک نفر در وسعش میکشه که در فضای مجازی یک کانال یوتیوب درست کنه و او تعالیم را سعی بکنه که ترویج بده، یک نفر دیگه در زمین را یک اولی را در اختیار مسجد قرار میده که افراد با عنوان اینکه مسجد هستن وقف میکنه به اینجا مراجعه بکنن و استفاده بکنن. ادامه بحث در خدمت شما بزرگوار است. ببینید، در اما سنت و انعنات مردم مایی است که هرگاه که یک چند خانواده در یک جای جمع شدن، بله، اولین کاری که انجام دادن ساخت یک مسجد بود. درست است. یعنی اگر هیچ کار نتانستن بکنن، ما داریم در بین همی اشایر از خود رو که وقتی که در یک منطقه میرن تلاش میکنند که امی با سنگ یک فضایی را ایجاد کنن، یک فضایی را مشخص بسازن و اما را به عنوان مسجد استفاده کنن. و بسیار جالب که خانم دکتر، در برخی از مناطق مرکزی کشور که بسیار کوهستان است و بسیار شرایط زندگی سخت است، و ممکن قریه‌ای را ما ببینیم که این قریه مثلا 20 خانه بیشتر نداره یا 10 خانه بیشتر نداره، ولی همون 10 خانه حتما یک مسجد داره. یعنی ما شاید تمام افغانستان، کل کشور بگردیم، ما یک قریه پیدا نکنیم که در اون مسجد نباشه. بله، ولی چیزی که برای ما مهم است این است که ما توجه کنیم که روایات ما علاوه بر ساخت مسجد به توسعه مسجد هم توجه کردن. یعنی مثلا روایت یک نقل است که حضرت رسول از یک مسیری رد می شدند و دیدند که یک عده همو پی مسجد را، همو در واقع بنای اولی مسجد سنگ میخواهند که ایجاد کنند. حضرت به ما افراد نگاه کردند و گفتند که تلاش کنید که بزرگتر و بیشتر بسازید. یعنی اگر که شما یک چیز محدودی را در نظر میگیرید، تلاش کنید که به فکر آینده باشید. خب فقط شما که نیستید، قرار است انشاءالله فرزندان شما هم در این مسجد نماز بگذارند و قرار است که انشاءالله یک باقیات صالحاتی باشه برای ما، چون ما در بحث صدقه و وقف هم گفتیم که یکی از اموری که برای ما باقی میمانه همین ساخت مسجد است. پس ببینید که نگاه و اما آموزشی که حضرت در مردم میدن نیست که نگاه شما نسبت به مسجد یک نگاه آینده نگرانه باشه. شما اینطور سعی کنید و اینطور فکر کنید که انشاءالله همین بنایی که شما میگذارید قرار است که 50 سال دیگر، 100 سال دیگر یا حتی بیشتر، بله، در یک زمان بسیار طولانی استفاده شود.
و اگر از همین الان بنای او یک بنای وسیع باشه، خصوصا در جاهایی که امکانش هستن، چون یک جایی است که شاید زمین کم باشه، خب ما نمیتونیم ورود پیدا کنیم. اما بسیار اوقات است که وقتی مسجد میخواد ساخته شود، چهار طرف او آزاد است. خب تلاش کنیم که یک فضای بزرگتر در نظر بگیریم. اما یک نکته بسیار مهم هم وجود داره که در بنای مسجد باید سادگی رعایت شود. ای که ساده میگویم باشه، بحث ما اینی است که دخالت کنیم در هنری که مردم ممکن است یک منطقه داشته باشند، یا ای که به هر حال ارادتی است که میخواهند که داشته باشند و بهترین مصالح و امکانات را برای مسجد مصرف کنند. اما توجه کنیم که امو ساخت و سازی که میخواهیم عظمت داشته باشه، ما را از اصل کار باز نداره. چون یک وقتی است که ما میاییم حساب کتاب میکنیم، میگوییم که اگر که کاشی داشته باشه، اگر که یک رنگ آبی داشته باشه، اگر که بخواهی که اینقدر پول و پیسه مصرف شود، او سختی و او سنگینی ما را از کار باز میداره. ما تلاش خود خود را میکنیم و شروع میکنیم و توصیه روایات ما همی است که بنای مسجد بنای باشه که شما را به یاد خدا بیندازه. روایت هست از حضرت رسول که میفرمایند مساجدتان را به زر و زیور نیارایید، اما ترکیه یهود و نصارا کنیسه های خود را میارستند. اگر چنین باشه، یعنی اگر نگاه مایی باشه که من هم با وسط از خود خود میتونم نقشی داشته باشم در ساخت یا توسعه مسجد، بسیار کار راحت تر میشه. خانم دکتر، من یک سوالی که به ذهن از ما رسیده است که خوب بسیاری از مساجدی که الان در جوامع اسلامی وجود دارن، مساجدی بسیار بسیار زیبایی هستند از نظر هنر، از نظر همطور که شما فرمودید کاشیکاری و آینه‌کاری و اینها، پس آیا ما با توجه به این روایت میتونیم نتیجه بگیریم که این مساجد مکانهای مناسبی برای عبادت نیستند؟ ببینید، وقتی که یک بنا ساخته میشه، باید نگاه کنیم به شرایط اجتماعی که در اون فضا حاکم است. یعنی وقتی که شما میخواهید که یک جایی را به عنوان مسجد و خانه خدا بسازید، نگاه میکنید میبینید که شرایط اقتصادی همه مردم ما خوب است و ما میتونیم این هزینه را پرداخت کنیم، و اما هنری هم که در مسجد و بنای او استفاده میشه، خللی به ای که ما ارتباط با خدا بگیریم وارد نمی سازه. اگر چنین باشه مشکلی نداره و اتفاقا در ذیل تعظیم شعائر الله می گنجه. بله. اما اگر که ما و شما و دیگران می بینیم که مسلمان ها از گرسنگی می میرند، یا حتی غیر مسلمان ها، ما دیدیم که هر کسی که حق حیات داره مستحقی است که بهش توجه برای توجه شوه و پرداخت شوه، و اگر چنین است و اگر که یک جامعه است که بسیار بسیار جامعه فقیری هست، ولی در امو جامعه یک جایی به نام مسجد ساخته میشه که در روز و زیور استفاده میشه، خب ما جای سوال ایجاد میشه برای ما و شما و برای همه که باید تعادل وجود داشته باشه بین جایی که ما در او عبادت میکنیم و بین فضایی که فضای اجتماعی ما هست. و ما انتظار داریم از جوامع اسلامی که در این نکته ها توجه کنند. همین سوال شما و همین حرف ما در واقع نوعی توجه دادن است. اگر خاطر شما هم باشه، ما در برنامه قبل هم گفتیم بسیاری از همین حرفای ما را همه بینندگان مفهمند و میدانند. هدف ما این است که اشاره بدیم اگر که ما قرار است که امیالی یک امکانی برای ما ایجاد شده که جایی را که بسیار بسیار ثواب داره، من روایات های مربوط به ثواب را هنوز نخوندم و اگر هم که وقت نشد انشاءالله بینندگان ما مطالعه داشته باشن، بسیار بسیار ثواب زیاد داره. ولی در کنار ما میبینیم که روایت داریم که اگر یک انسان را شما آب بدی سیراب کنی و از تشنگی برهانی، یعنی کل انسان ها را زنده کردی و حیات بخشی. وقتی که امکان ای باشه که من مسجدی بسازم معمولی باشه، یک خانه ای باشه و من او را به عنوان مسجد تقدیم جامعه کنم، یک مکانی باشه که من او را به عنوان مسجد بسازم و در کنار او
افرادی باشند که در شهر ما از گرسنگی و از اینکه نیاز زیستی و اولی اونها برطرف نمیشه در حال از جان دادن باشند، من تلاش میکنم که تعادل برقرار شود. اگر مسجد میسازم در کنار او تلاش کنم که یک امطور که در بحث صدقه داشتیم که بهترین صدقه بود که به دیگران آموزش بدیم که چطور میتونن نان خود خورا به دست بیارن، تلاش میکنم که کارآفرینی داشته باشم. اگر چنین فردی باشیم مشکلی ندارم، اما اگر رشد ما یک طرفه باشه، یا به این طرف باشه یا به اون طرف، رشد یک طرفه در اسلام مطرود است. یعنی ما باید تلاش کنیم که تمام جنبه‌های مختلف را بله داشته باشیم. غیر از اون که خب بسیار از این مساجدی که شما میفرمایید در دوره‌های مختلف حکومت‌های اسلامی ایجاد شده. یعنی خب ما باید مطالعه کنیم ببینیم که در چه شرایطی بودن، با چه زمینه‌ای بوده، و خب بسیار از اونها مشکلی ندارن با توجه به شرایط او دوره. اگر که شرایط عمومی جامعه خوب باشه خانم دکتر، من فکر میکنم که اتفاقا اگر یک نفر که ما پیسه داره، مال داره و میخواد که مسجد درست کنه، شرایط عمومی جامعه هم خوب است و نیازهای اولیه همه مردم مرتفع شده، امی بنا کردن مسجد خود نیاز است که هنرمندان را به کار بگیره، معماران را به کار بگیره، افراد ساده کار را به کار بگیره. نه همه باعث میشه که باز به خود مردمی که در جامعه هستن کمک شوه. دکتر در حد 3 دقیقه اگر که جنبندی بفهمید بسیار تشکر میکنم. پس ما درباره بنای مسجد و درباره ساخت مسجد با هم صحبت کردیم و از امی بنا صحبت کردیم به خاطر کارکردهایی که برای مسجد قائل هستیم. کارکرد اجتماعی است، فردی است، عبادی است، حفاظتی و حمایتی است و کارکردهای بسیار زیادی که امه ما و شما تا به حال ثمرات مسجد و از برکات مسجد در زندگی از خود بهره بردیم و استفاده کردیم و انشاءالله انتظار داریم که در آینده هم برای فرزندان ما چنین فضایی ایجاد شود. مسئله دیگه ای است که ما نسبت به مسجد، نسبت به جایی که قرار است در او عبادت خدا اولا و بعد از او خدمت به خلق ثانیا انجام شود، باید احترام داشته باشیم. قطعاً. و این احترام حتی من روایت است با این مضمون که شما مسجد را به صیغه تصغیر نخوانید. یعنی اگه دخترم شاید بگید دخترک، اگه بچه باشه بچگک بنامید، یعنی بچه کوچک یا دختر کوچک، شما مسجد را تلاش کنید و نگوید که مسجدک، یعنی مسجد کوچک دیدم. حتی اگر که به اندازه نماز گذاردن چند نفر هم که باشه، باید که تمام تلاش خود را برای احترام به فضا داشته باشیم. فضاییست که نمیم مسجد در خداوند متعال اختصاص داره. ما میگیم که مساجد خانه خداوند هستند. همونطور که به خداوند احترام بگذاریم، به خانه‌ش هم باید احترام بگذاریم. و ببینید که باز یک مسئله که باید در او دقت کنیم این است که ممکن است که ما شما کمتر رفت آمد کنیم به مسجد. یک توصیه‌ای که وجود داره برای ما این است که در خانه‌های خود مکان اختصاصی برای عبادت داشته باشیم. حتی شده که یک جانماز بند کنیم و اما مکان اختصاصی ما باشه برای که یک وقتی را برای عبادت و برای تفکر انشاءالله اختصاص بدیم. بله، بسیار تشکر میکنم از شما خانم دکتر، بسیار استفاده کردیم. همچنان از شما بینندگان عزیز هم تشکر میکنم که بیننده برنامه خودتون بودید. عزیزان و بینندگان محترم، شماره تماس مثبت 964-780-255 جلسه زر فراموش نکنید. بسیار خوشحال میشیم که با ما در ارتباط شوید. به لحظات ملکوتی نماز و اذان به افق شهر زیبای کابل هم نزدیک میشیم. عزیزان و بینندگان محترم، نماز اول وقت را فراموش نکنید و همچنان ما و همکاران ما و کارشناس محترم از ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. در پناه خداوند مهربان باشید. صلاتم الله سلام الله، صلاتم الله سلام الله.